سال 2015 خونین ترین سال برای افغانستان بنابر گزارش سازمان ملل متحد در سال 2015 چهار درصد تلفات غیر نظامیان در افغانستان افزایش یافته است و بنابر این گزارش 62 درصد مخالفان حکومت افغانستان غیر نظامیان را آماج قرار دادند این در حال است که جهان هم از وضعیت افغانستان بارها ابراز نگرانی می کند و گفته است در سال 2016 وضعیت افغانستان رو به وخامت است و حتی با سقوط سیاسی مواجه است اما کسانی که غیر نظامیان را آماج قرار می دهند و دست به جنایات جنگی میزنند تا به حال چرا محاکمه نشدند و, و افزایش تلفات غیر نظامیان بیانگر چه است؟ آیا مخالفین حکومت افغانستان تقویت شدند و یا حکومت افغانستان تضعیف شده است؟ فردین امینی هستم میزبان امشب آماج مهمانان من در این برنامه آقای دکتر رفیولا بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و بانو مریم کوفی عضو مجلس نمایندگان و کمیسیون امور زنان و جامعه مدنی و حقوق بشر و همچنان آقای محمد داوود راوش استاد دانشگاه تا لحظات دیگر با ما خواهند پیوست مهمان عزیز خیلی خوش آمدید آقای بیدار این تلفات را بیشتر چگونه ارزیابی میکنه سازمان ملل متحد و تا به حال چرا مخالفین حکومت و کسانی که دست به جنایات جنگی میزنند واقعا محاکمه نشدند بسم الله الرحمن الرحیم ما فکر میکنم تلفات ملکی در جنگی که در وانسان جریان دارد همیشه یک همواره یک فاجعه بشری بوده کسایی که در جنگ ایج زیالاقه نیستند و به یک طرف نزا استاد نیستند و به طرفداری یک طرف و به ضد کسی دیگر متاسفانه که امواج قرار میگیرند و هدف قرار میگیرند و تلفات تلفات تنها جانی و مالی هم نیستند خانهشان و ایران میشه مواشی از بین میره و مزرهشان از بین میره یعنی جنگ اثرات بسیار گناگور رو دارند دکانشان از بین میره شان از بین میره اینی طبعات جنگ هستند که در وانستان رخ میتن آنچه مشهود است در اوائل سالهایی که جنگ انقدر شدید نبود تلفات بیشتر به دولت و که مې نړیواله لیش منسوب بوده او روي همرفته او با تغیر وزجات وزجات په ډول تغیر کوي چې فعلاً بشترین تلافات تلافات استند کې منسوب میشود مخالفین دولت او دولت هم تلفات دارن به خصوص در جنگ های زمینی که در مثال گذشته که جریان داشت ما جنگ های قندوز در نظر بگیرین فعلا جنگ که جریان دارن و یا در هلمن یعنی برای جغرافیا یا تصرف به اصطلاح توسط مخالفین هم تلفات دارن زمانی که دولتی ها و نیروهای دولتی عملیات میکنن و نیروهای منظم دولتی هم تلفات ملکی متاسفانه که دارن و این رو به افزایش هستند. از زمانی که تلفات رخ میده کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یافته هم نشان میده که وقت نگذاشتن است به حیات انسان و در مجموع افراد ملکی که هم بر ممنوع تعلیمات اسلامی ای خیلی یک جرم و قبیحه هستند که کسایی که در جنگ فریق نیستن و در جنگ زیده نیستن نیستند زی نفع نیستن، شما میرین و خانه و کاشانه شانو ایران میکنین و یا مجبوریت ایجاد میشه که خانه خود از دست بتن و بالاخره کوچ اجباری بکنند و با ماجرات ها دست بزنند و یا در داخل کشور به جای شوند و همچنان زایات انسانی و اموال و اجناسی که دارن او از بین و مزرعشان از بین سربندشان از بین برن از این لحاظ هم قوانین جنوا یا کنوسون های جنوا قوانین بشردوستانه بین مللی هم مراد نمیشه افغانستان این قوانین امضا کرده کمانسون های چارجان های که حالات جنگی را که دوجه خیلی مهمی هستند که قوه چگونه استعمال شوه برالای کی قوه استعمال شوه افراد ملکی کی را میگن اسیر جنگی و نظامی کی را میگن و اطفال زنان و پیرمردان چگونه گونه شوند اماکن و جاهای محالات مسکونی چگونه گونه شود شوه در جنگ که جریان دارند اینی و کسایی که خدمات آمد و میکنن این نباید که مورد هدف باشند و مخالفین دولت هم متاسفانه که اگر کنوانسون های جنیوا را و احترام ندارند و امضا نکردن ولی در این های جنیوا حکم موجود هستند که یک طرف میشه که نیروی مخالف دولت باشه که دولت می جنگن و مجبور مکلف هستند که عرف بر مللی جنگ مراعت بکنن اطفال نکشن، زنان را نکشن و بالاخره محالات و جایی که اماکن آمه استن نباید مورد هدف باشه حالا آقای بیدار سال که این جنگ ادامه داره و افراد غیر نظامی از بین می روند بارها سازمان ملل هم هشدار میته به شکل از اشکال که باید طرف های درگیر جنگ از تلفات غیر نظامیان جلوگیری کنند اما باز هم تکرار میشه و رو به افزایش است در صورتی که این ادامه پیدا کنه واقعا راه قانونی چی است که اون گروه های کالا گفته میشه مخالف حکومت هستن در لست ترورستان وارد شوند و ممکن است که با اونا برخورد جهانی صورت بگیره و برخورد جدیدتر صورت بگیره است که دولت و نیروهای حامی بر مللش یک جهت قضیه هستند بسیار تغییرات در تاکتیک های نظامی خود وارد کردن که تلفات کمتر بسازند و فعلا هم مخالفین دولت بهترین بیشترین تلفات منصوب به هستند اول باید احترام بکنن افراد ملکی را که در جنگ هدف باید قرار نگیرند دومی که اگر تلفات ایجاد بشه از این لحاظ هم کمبوتی زیاد هم طرف دولت داره و هم مخالفین دولت بیشتر به خاطر از که ما مکانیزم های دقیقی که تلفات ملکی را کم بکنه هنوز نداریم دوم یعنی با قمندانهایی که در محل می جنگن ما هدایت لازم ایران نکردیم که شما نباید که افراد ملکی را هدف قرار بدین و محلات مسکونی لمی سال که گذشته بیشترین تلفات از این ناحیه بودند که بالای مسکونی محلات مسکونی مرمی ها اصابت کردند اوان اصابت کردند و راکت اصابت کردن و مردم نظام غیر نظامی و ملکی در جنگ متاسفانه در بین دو طرف درگیر شدن و یا واقع شدن از این لحاظ این هم مهم است که ما اگر تلفات ملکی هم طرف دولت و هم طرف مخالفین با حکومت و یا واقعی میشن بالاخره ما باید فرهنگ پاسخدهی را ارتقا بخشیم کی ها بودن که تلفاتی ملکی را اگر شامل دولت بودن که در, در, در مخالفی حالا واقعا کسانی بسان. که به جان خود ارزش قائل نیستن میاین و در میان شهروندان خود منفجر میسازن و دیگران هم به شهادت میرسانن بر از اونا واقعا ارزش داره این سازمان حقوق شر سازمان ملل و غیره بیانیه ها و کمیسون ها ما شما مکلفت خود باید ادا بکنیم تو هم نیست که ما به اصطلاح بشینیم و گو تلفات ملکی را روا دارن و ما ما صدای خود با تنها صدای خوده. صدای خوده بلند کردن حساسیت موضوع رو در اجتماع بلند کردن که یک, بش... آه... یک... یک فاجعه بشری است واقعا با ارقام با روند و با تحلیل هایی که ما داریم ایرا باید را کنیم دوم ما هر دو جانب و پاسخدی هم باید دعوت بکنیم که هیچ زمان شما از این بار مسئولیت فارغ شده نمیتونید برخی از جرایمی که شما در اول گفتین که خصلت جرایم جنگی را داره و جرایم جنگی تابع زمان نیستند در هر لحظه ماین در هر زمان میشه که در قبال امی جرایم پاسخگو شوند و بالاخر پاسخ بدهند و این پاسخگویی طرف دولت هم باید باشه ما با مردم به خود راست باید بگویم و اعتراف باید بکنیم که در فلان عملیات طرفات ملکی موجود بودن کسایی که مسبب بودن ما باید و نظام عدالتی خودم پیش بکنیم که حداقل پاسخگو باشن و یک جریان عدالتی در میان باید باشه حالا اگر مبنایش ببینیم باز هم برمیگرده به اون مخالفین که اونا باعث شدن جنگ در بگیره و تلفات به غیر نظامیان برسه در این صورت واقعا این گزارش چقدر تا به حال مفید و موثر بوده شما اگر دولت ببینید یک جهت بگیریم دمی اواخر چند جلسه شورای امنیت به این مسئله واقف بودن چند جلسه شورای وزیران به این مسئله رسیدگی کردن و این خوب است که مسائل در شامل پلیسی های دولت باشه که چگونه ما میتونیم که تلفات ملکی را. در مخالفین هم حداقل یک چند اعلامیش دمی سالای آخر به نشه رسید که به قماندان محلی خود ابلاغ میکردند که باید تلفات ملکی را روا ندارن و یا مرتکب نشوند متاسفانه که در عمل چیزی نیست در عمل تلافات ملکی موجود هستند و رو به افزایش هستند و ما توقع را داریم اگر کسی هر دو جانب قضیه میخواهد که اقدامات خود مشروع نشان بدن که ما هدف مشروع داریم و هدف مشروع هم با وسایل مشروع را دنبال میکنیم حداقل به مشروعیت خود هم اقدامات خودشان هم لازم است که تلفاتی ملکی را روا ندارن و هیچ قابل افتخار نیست که بعد از یک حمله ای ما بگویم که ما این حمله را انجام دادیم و یک قر تلفات ملکی موجود بوده سپاس بنو بانو کوفی، واقعا این گزارش بیانگر چه است و تضعیف خود حکومت افغانستان است و یا تقویت طالبان که حالا تلفات غیر نظامیان رو به افزایش است؟ بل рمن رҳیم сلام арзи ادаب дاрм хدمаتи شما و хدمаتи بیнنдهои تеلویзیون к в مهمоنا در مеز م فкр میкуنم کи حкومаتи افغانستоن тا هنوз هیچ کоре نкардه کи مаردمи افغانستоن امеدواр باша کاری را کرده که نه تنها به نفع حقوق بشر و حقوق زن در افغانستان بلکه امو حقوقی هم که از پیش مردم افغانستان بود تمام شاینا شای از پیش پیشان گرفتن بدبختانه بختنا اعلان مثلا چند اعلامیه ای که اینا دادن از طریق مطبوعات و از طریق دیگه رسانه های صوتی و تصویری اینا هم جای را نگرفتن ببینه امروز طالبا به حد پیشروی کردن در افغانستان که ادیقل ما مردم زده کردن و تلفات افراد ملکی هم بیش از حد د سال 2015 افزایشی یافتند بختونه جلاو شکسی نګر ببینیم امروز راکتی که د شهر بغلان ولوالی پول خمری زمین افتید چندین راکید دو 4 خانیم زخم برداشت روزانه هم رقم بسدها موضوع دیګی است کی اصلا ناموش گرفتن نشه و ورقم بالا زدن نشه ما فکر میکنم کی دولت افغانستان روز به روزمو حمایت و مايته کې د دولته چې مردم داشتو رماز داد او مردم امیدوار نه ستند او بهمو 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 منوالهست چې هر روز ما تلفات غیر نظامی ما بشتر میروي انفجار انتياري کې صورت میگیره اکثرا مردم غیر ملکی را اچو او ماج قرار مېتنه ویني امروز د ولایت کابل چندين انفجار او چندين انتياري کې د سال 2015 قرار گرفت د نفر یا سه نفر یا د نفرش پلیس بود متباقی از او مکمل مردم ملکی بودن ایره کی آمار گرفته

б бб ас имрӯз асла ҳеч коре ба нафи марدуми миллт нашудه ки мо умедвор бошем ки вақتе и талафоти афроди млкӣ болا рафта ини корои дига қибол шуда ки о мардми афғоنистон اмедвор будн мо ҳеч чизи имрӯз ба даст надорем бибинед бадтарин ҳкуматест ки милат аз пеш дур боа بترین حکومت حکومتی است که ملت از پیش دور باشه ما داریم هم تلفات غیر ملکی که بالا رفته و هم نظامیایی که روزانه چقدر قدر بچه های ما در هلمند در بغلان ببینید به خاطر یک موافقتنامه نامه که اینا امضا کردن موافقتنامه کاذبی که اینا امضا کردن امروز صد تن از پلیس های اردو و پلیس امنیتی ما جان خود عزیز دادن وقتی که یک حکومت او باید کار بکنه که به نف مردم ملت باشه و به نف مردمش کار نمکنه پس مردم از او چه توقع م داشتهبا م امیدوار استم ک د سال 201 پیروی ست مردم افغانستان غافل نباشن و کمقدار بیدار شون ب خاطر از ی که هر اسیب که به مردم افغانستان واگذار شوه ایجه مادر یا خواهر ا یک زن متظر م حقوق بشر و جامعه مدنی ولسی جرگه افغانستان هستم و بدبختانه روزانه آماری که به ولسی جرگه می آید ما بیشترین شما مادرها را می بینیم که متضرر هستند حالا واقعا حکومت افغانستان اراده جدی به خاطر محاکمه کردن کسانی که جنایات جنگی را مرتکب میشن داره و یا تا به حال گزینه‌ای هست که محاکمه شده باشه فردی حالا از حکومت باشه و یا از مخالفین ببینه وقتی که اراده وجود نداشته باشه و همچن چیزی را ما و شما مشاهده نکردیم که وقتی کسایی را میگیرن اینا وقتی که یک پایه بر منطقه جهر شابدین یا دند غوری طالبان میزنن در قبال چی میخواین؟ میگه که قمندان های یک شما دزگیر کرده اونا را ریحا کنه و ما شما تبادله شوند که ما برق شما را ایلافتیم ببینه وقتی که ما یک ضعیف باشیم که دو پایه بر قدوم نمایش که ما وصل نسازیم و د صد نفر هم تلفات داشته باشیم این د نفر آماری است که ما داریم آیا چه قدر خانه ای که در شهر پول خمری و امثال یزو در قریه و قصباتش راکد میخره یا مرمی ناخداگا میره و اوجا میخره اطفال ما شهید میشه خانه ما از بین میروند و نفذی حقوق بشری شان که خانه کاشانه تمام مال اموال یزو تخریب میشه این کی سروی کرده در حالی که ما شما ببینه تنها تلفات ما ایجاد آمار قرار میتیم زمانی که یک خانواده نانش لغمه نانش از دانش بگیری ای نقضی حقوق بشری در افغانستان نیست که اما رقم است ببیني ما د د منطقې د غوري اهمي او لازير تقریبا دوه ممه شه چې تمام را قلاوبت نشه او وو کسایي چې د قریه ژوندۍ میکنن اونانو لغمه نونې نه میافند د ټول <سؤال> د ماکونه بخرن او حکومت اصلا توجه نه داره به ما دات میزنن به ما دات میزنن چې وکیلای مردمه افغانستان صداي خدا به کشن به خاطر چی نیمهونه حکومت کې ماامله کړیم برقه به موزمينه چی وسل <سؤال> کردن برقه مساېد بسوځم در غیر ازو طالبان راځي مطق ا تف ههدب فا ا تع ال ن حالا بس روی این است که 62 درصد غیر نظامیان که تلفات برشان وارد شده سوی مخالفین حکومت برشان رسیده این گروه ها تقریبا پنج یا شش سال است که سازمان ملل آمار میگیره و رو به افزایش است این آمار تا به حال چه واکنش واقعا جهان و حکومت افغانستان در برابر اینها داشته که از تلفات افراد غیر نظامی جلوگیری شده و یا کاهش پیدا کنه بسم الله الرحمن الرحیم سلام به همه نیزا خدمت شما عرض شود که تلفات ملل متحد وقت گرفته شش سال گنیز ما فکر می کنم سی, سی و شش سال است که در افغانستان تلفات ملکی جریان داره و این تلفات از راکت بوران شهرها از سختاندن مکاتب از چپه کردن پلها از از ویران کردن لینای برق از, از خطوط تلی مواصلاتی تلفن و همه همه عامل عمل منفیه. در طول سی سی و چند سال ما شاید ازی هستیم که این کارا در افغانستان به بس شکل بسیار ناشیانه و بسیار بیمهم با و تا سرحدی که انسان میتونه که بگوید که یک مجنون یا یک دیوانه میتونه کشور خود به این شکل تخریب کنه که ما خانه خود خراب کردیم به مصداق شعر فارسی میگه آنچه ما کردیم با خود هیچ نبینا نکرد در میان خانه گم کردیم صاحب خانه رو ما ملت متاسفانه راکت زدیم شهر خوده ما ملت راکت زدیم مکتب خوده مکتب سختاندن در افغانستان شما اگر پیشنیش درست مطالعه کنیم بررسی کنیم از زمان سردار داود خان شروع شده مکتب سختاندن، پل و ایران کردن، تحصیلاتی عمل منفعه و مردم ملکی ره. با کدام ملت است با کدام مذهب است با کدام آیین است با کدام دین است که یک انسان به طرف خانه خود میره یا یک انسان در خانه خود غافل از همه گند در روزگار نشسته با فامیل و خانواده خود راکت کوری می به خانهش میخوره راکت های کوری که به شهر کابل فیر میشد در سالهای جنگ شما شاید است این سالهای 74 64 65 کابل در گرفت شهرها ایران شد کی کدیره همه از اینها باید این این ملل متحد بخی از خو خب نه مثل که بیدار شده شش سال میگه شش سال نیست سی و شش سال است کی تلفات و جنایات بشری جنایات بشری بسیار گسترده جنایات بشری که حتی بگویم انتهای فاجر ما هنوز هم دیده نمیتونیم این یک ای فاجعه بدون وقفه است یک فاجعه مستمر است یک فاجعه دومدار است بالای یک ملت مظلومی که در بین کاسکوها افتیده و جز دربار خدا و آسمان بالای سر چیز دادرس دیگه نداره و این دادرس های استخباراتی که از شرق و غرب من بره به افغانستان دادرسی میکنن متاسفانه متاسفانه خود از اینا آغشته در جنگ هستن کجای, کجای یک سرزمین به این شکل به این ای رقم و ایران شده و سی سال جنگ بوده و تمام جهان هم برستایل بودن ببینید تلفات ملکی گفتین شما ما خدمت شما بگیم هر انسانی که ولو دولت ولو مخالف ولو موافق انسانی مظلومی به دفاع به سلار از بین میبره نه نزد خدا نه نزد پیغمبر نه نزد ملت نه نزد نه نزد جامعه براد داره محکوم است مجرم است محکوم است گناهکار است تحت سقر جایش است ما خدمت شما بگیم که امیر راهایی که در افغانستان مسئول نیست امیر دریوری بیچاره که در لاین غرب افغانستان روزمره لط میخوره موتورایی که پنچر میشه موتورایی که راکت میخوره بسد ها تانکر سوختانده شده به ها موتور سرویس در گرفته راکب یک بیچاره ای که به مظلوم یک 400 افغانی کرای او کرای نداره مجبور است مو سرویس سی یا متر لاینی بره او بیچاره غافل از همه چیز روزگار با طفل مریض خود در موتور راکت میخوره این کجای از جنگ است باید نمیفهمی واقعا یک وقت یک شهید افغانستان میگفت که جنگ بی مفهوم واقعا جنگ بی است جنگی که ملت خود را تباه میکنیم جنگی که شرق و غرب ما را میزنه و این ملت هیچ به عقل نمی ما فکر میکنیم در پوز جنوب افغانستان هیچ آدم عاقل پیدا نمیشه که بگه برادر این جنگ برای ام انسان ملکی رو چرا میزنی برو در جبهه جنگ بلا ده پس برو در جبهه جنگ خود موازی است موازی روی است تو میزنی و میزنه. ایج ایج خوب دژان خوب به سلاح الوا بخش نمیشه ولی تو شهر چی گفته با کدام دین می کدام دیم تو شهر راکت میزنی یا انفجار یک موتری ملکی را یا ساده مرسوندن به مردم عام مکتب مسجد مدرسه را برای کدام مسئول کدام وصول انسانی اول انسانی دوم اسلامی سوم افغانی کدامش؟ حالا واقعا شما از گذشته یاد کردین آقای راوش از گذشته تا به حال کسی محاکمه شده به خاطر جرایم جنگی و سوزاندن موتر کسی و یا از بین بردن غیر نظامیان تا به حال متاسفانه نیم این چیز خدمت شما گفتم که شما گفتین از 6 سال به این سو ما بردان میگم که از سال به این سو یک چنین محکمی صورت نگرفته مجرمین جنایت جنگی در افغانستان شرک ها دارن مجرمین جنایت جنگی در افغانستان همه چیز دارن بی چیز و بی دفاعی بدبخت ماستیم ماستیم که بیهوده تا نهره میکشیم از طریق رسانه ها داد میزنیم و گوش فریاد هم نیست و پیوسته ما گپ میزنیم و پیوسته مثل از ما, ما گون خواب دیدیم به کرها خواب خود میگیم سلطان کار رو رستیم این مملکت از برای خود همین همی پوزیسیونی که هر, هر پوزیسیونی که است، اگر طالب است، اگر دایش است، اگر ازب اسلامی است، اگر هر نیروی جنگی است برای یک لحظه خدای خدا و حضور ببینه که مردم ملکی که در میرا روان است، همین چی گناه داره؟ چی کنه یک ملت سر یک سرزمین بسته مهاجرت کنه در تاریخ مهاجرت در تاریخ مهاجرت اسلامی رقم نشده که بسته خود شهر مدینه یا مکه بسته مردمش مهاجر شده باشه یک جمعی از انسان ها از وجه مهاجر شده هجرت بوده بله ولی هجرت دسته ای تو نه که از زمین پای تا سر کل یک ملت سی میلیون انسان کجا بره اینا الان. و در سرک راه روان, روان استی استاد استی ما چند روز پیش شنیدم شش موتر در پول خمری در چشمه این مناطق لچ کرده. راکی به بیچاره که جاو خانه خود روان است به خاطر یک لقمانان اولاد خود یا کابل آمده یا به خاطر مریض خود آمده یا به خاطر یک درد و علم دیگه خود آمده ولا به کس دمی تو حالت دمی تو یک وضعیت به خدا کس به توی به ولا به کس به جشن از مجبوریت یک انسان در موتر میشینه شب روز منزل میزنه و هر تو بگی لچ کو موتر ش راکت بزن الان واقعا کدام عوامل باعث میشه که تلفات غیر بیشتر شود عوامل کجای بخو... از عوامل بگویم این عوامل دو... یک سرش در افریقا دیگه سر از عوامل در امریکا دیگه سر از عوامل در اروپا دیگه سر از عوامل در اروپا شرق است دیگه در اروپا غرب تمام این میجان این 44 کشوری که میجان 40 کشوری که می حضور داره عامل است همین جا... جانب مقابله که با 100 کشور دیگه یا با 10 کشور دیگه ارتباط داره عامل است کی اینا را تمیل میکنه از کجا تمیل میشن چرا تمیل میشن برای خدا این ای از هر منش شمس از یه دو جمع دو چهار است این بسیار فرمول ماورای بارنج نیست که ما پیوسته بشینیم ریشه یابی کنیم که خدا دانه دیده کجاست این هم بین المللی است برادر این هم استخبارات منطقه است برادر یک کسی یک کسی رساله میده از برای خدا این سلا کجا تولید میشه سلا از کجا شده اینقدر سلا از کجا آمده اینقدر پیسه از کجا شده راکت میزنه تو دو دولت توپ داره تیاره داره تانگ داره وسایل زیرهی داره این دشمن از بین برده نمیتونه این از یک جای میشه این دشمن از یک جای دوم داره این سر مار است دوم مار به یک جای دیگه است به سعودی است دم مار به پاکستان است دم مار به اسرائیل است به امریکا است به شوروی است به کجاست به کجاست خیلی سپاس ما خدمت شما بگویم که به یک یک نکته آخری که بسیار خونسرد در دوستانه صدای مرا باید ملت, 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 ملت افغانستان همین روز از به خاطر خلق خدا به خاطر می هزارها انسانی که سرزمین زمین خونش جاری و میمیره و اولادش یتیم بی و بیوه و یسیر میمونه به خاطر همین جنگ بس کنند حداقل مردم ملکی رو نکشن مردم ملکی از برای خدا ما باز برتون میگم ده کدام آیین ده کدام مذهب همین همین لا انسان مرد مردم ملکی رو نمیکشه حالا یک نکته که قبلا هم به آقای بیدار اشاره کردم این است که کسانی که حالا از جان خود به سیر آمدن و به فکر جان خود نیستن چطور میشه اونا واقعا ارزش بسن به صحبت های دیگرا ببینین تنا یک طرف ما نمیگیم ما نمیگیم تنا و میگیم که به صحبت های ما گوش بدن ما به دولت هم میگیم صحبت های ما رو گوش بدن در جایی که تامین امنیت کرده میتونن یک عملیات رو ببینین ما خو نظامی نیستیم ولی نظامی ها میفهمن شما عملیات پیش از پیش افشا میکنین یک ما پیش میگین که ما میریم فلان جای عملیات میکنیم با اسکر ما 500 نفر است تعداد تانک ما 40 چل, چل تا است که ما این قدر توب داریم برادر جنگ میکنین جنگ صلح سلام میکنین سلام می جنگ تعریف خدا داره صلح تعریف خدا داره ما کی گفتیم میز مذاکره را بسته کو برو میز مذاکره یک دور نیت ده دور دیگه مذاکره کو ولی در وقتی که سایه که جنگ میکنی تامین امنیت مردم میکنی خلق خدا چشمش میشتره از بایست دولت خامل کو عمل گزارم. عمل فوری و آنی انجام بده یه طور خونه میشه که در جنگ،, جنگ و مذاق ایج ایج جنگ از که نیست ایج جنب یک توپ میزنیم با دو روز دیگه چرت میزنیم سپاسگزارم ادامه بس پس از میان برنامه کوتاه به ادامه بحث خوش آمدید آقای بیدار واقعا تا به حال بیش از سی سال میشه که مردم ملکی از بین می روند و افراد غیر نظامی تلف می شوند. چرا باید حالا شش سال است که سازمان ملل گزارش تهیه میکنه و قبل از این چرا فعالیتی صورت نمی گرفت و تا به حال چرا کاری صورت نگرفته و اگر به گفته خود سازمان ملل طرف های درگیر جنگ از خشونت دست بر در انتظارشان چه واقع است و واکنش جهان و سازمان و ملل چه خواهد بود؟ من فکر می کنم که زمانی که تلفات ملکی در این سالهای آخر افغانستان دا رخ داد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به طور سیستماتیک چندین سال است که کار میکنه در گذشته ها هم راپورهای داشتن جمعوری میکردن این معلومات شما ببینید در 2003 2002 2004 5 تلفات ملکی هم کم بود و به یک جهت زیاد منصوب بودن دولت و نیروهای بین زیاد تلفات منصوب بودن پلی ترازو طور تغییر کرد که فعلا ما میگیم 62 یا یافته های کمیسیون هم نشان میده که در نزدیکی 70 فیصد هم شده می سالهای آخر منصوب به مخالفین هستند تلفات ملکی که در افغانستان رخ میشد بهتر آنچه مهم است ما راجع به این مسئله باید خاموش نشینیم اگر حکام و دولت در مجموع این مسئله را با فراموشی میگیرن ماده ششم و هفتم قانون اساسی را یک بار دیگر به با یادش بیاریم که ماده ششم قانون اساسی تعهد کرده من حزب تعهد ملی که مر جامعه مقتنی به دموکراسی و حقوق بشر را ایمار میکنم و این برش با یاد بتیم که و ماده هفتم که اعلامه جهانی و حقوق بشر را احترام میکنم و کنوانسیون های بین المللی را تضمین میکنم مراعاتش را و اجرایی بودنش را. اجرایی بودن به این مفهوم هستند که چهار کنوانسون و کنوانسون های جنیوار افغانستان امضا کرده که حالت جنگی را ترسیم میکنند حالا ما به یادش بیاریم که امی کنوانسون ها که امضا شده چگونه احقاق میشه متاسفانه تلفات ملکی تنها به یک جهت قضیه اگر بیشتر و کمترش اگر یک نفر به هم کشته میشه یک فاجعه بشری هستند ما سر از نمی فکر زیاد باید نشه که دولت کم میکشه و کمترین تلفات به دولت مربوط هستند نخیر از دولت تاقوم بیشتر میره که در قانون اساسی به خود عهد کرده تاهد کرده و به مخالفین دولت هم حد اقل به دو بنیاد یک بنیاد تعلیمات اسلامی چیزی که استاد گفت غزوات در صد اسلام بوده هیچگاه اطفال زنان مورد هدف نبودن حتی اطفال در جنگ استفاده هم نمی کردن و تفنگ تو، تو، نمی دادن. ولی ما خب بینیم که تفنگ می برشان که به جنگ برن پس بر مبنای تعلیمات اسلامی و مجبور مکلف هستند که تلفات ملکی را مرتکب نشوند دوم در کنوانسیون های جنوا که افغانستان امضا کرده د وجه واضح حکم موجود است که یک طرف قضیه میشه که دولت نباشه علی دولت مرکزی می جنگ و مجبور مکلف هستن که عرف بین جنگ مراد میکنن عرف بین جنگ امی است حداقل. اقل اطفال نکشین زنان نکشین کسایی که در جنگ فریق نیستن محلات مسکونی را ضربه نزنین و بالاخره توزیع خدمات عامه اگر میشه در موسسات در ادارات او هدف باید نباشه حالا عملا صورت میگیره چند سال اخیر واکنش جهان و سازمان ملل چه خواهد بود پس در مسئولیت پذیری حداقل ما شما در مجموع باید برای زمین کار ششتیم جامعه مدنی نهادهای که موجود هستند و دولت باید مسئولیت راجع کرد اگر بخشی از مسئولیت به وا راجع میشه وا باید به با های محلی خود احکام دقیق باید صادر بکنند که تلفات ملکی یک چیزی خط قرمزی است که باید از او باید عدول نشود و بالاخره این مسئله باید مطمئن نظر باشه که افراد ملکی در جنگ و در عملیات مشخصی که فیلن در فرزن بغلان جریان داره نباید که افراد ملکی تلف شوند. افراد ملکی بازم میگم تنها زخمی شدن و کشته شدن نیست خانه مردم رو ویران کردن یک مسئله است مزری مردم ها گرفتن یک مسئله ای هستن و بالاخره جبران خساره زی تمام مسائل هم در قوانین جنگ معلوم هستند پس اگر میکانیزم های داخلی ما داخلی خب ما گفتیم که شورای وزیران چند بار به این مسئله توجه کرد در شورای امنیتی این مسئله یاد کردن که من یک مسئله که پیشوری ما و ساز... کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در فهرست وظایفی که باید حکومت جدید که بیشتر و کمتر کار شد خب بیشتر کار شده در کدام ورسه ها بودن و کمکاری ما در کجا هستن من هستی دولت او را در سر لوحی تمام مسائل تلفات ملکی و دولت جدید داده شده که تلفات ملکی یک مسئله هستن که هیچ پیشرفتی ما نداریم و در این مسئله باید ما پالیسی های واضح داشته باشیم و میکانیزم پاسخی هم داشته باشیم بالاخره کسایی که مرتکب میشن یک جریان کامل عدالتی در مورد پیاده شوابد مسببش معلوم شد کیا بودن که کسایی که در نظام شامل هستن کسایی که در مخالفت نظام شامل هستند و هم باید فراموش نکنند که از این مسئولیت هرگز فارغ نمیشن و جرایم جنگی اگر مرتکب میشن تا به زمان نیستن هر لحظه میشن که از و هم پرسان شود فعلا زمانی که دولت یعنی وسایل ندارن امکانات ندارن که مخالفین دولت را دعوت بکنند و یا مجبور بکنند که پاسخ بگن از امالی که میکنن حداقل ما از میکانیزم های بین المللی با استفاده کنیم متاسفانه که مکانیزم های بین هم در این قسم جرایم طوری هستن که اراده دولت شامل است دولت با ایران این مکانیزم بین المللی با دعوت بکنند که تا رسیدگی بکنند با چنین قضایای اگر چنین دولتی و چنین دعوتی موجود نباشه از طرف دولت متاسفانه که وا به خودسر نمیتونه که وارد میدان شوم و چون برتی را انجام بتن خب حالا دولت بارها از صلح صحبت کرده و از اونا خواسته که بین به روند صلح به اما عملا باز هم در شهرها جنایت جریان داره افراد ملکی از بین میره در این صورت واقعا دید مشخص وجود داره کسانی که علیه حکومت می جنگند خب مشخص است اونا علیه حکومت می جنگند. اما در صورتی که به افراد ملکی صدمه میرسانند ا يامد داره و عواقب در انتظارا روهها است ما به همن خاطر مم زمان ه برام سر ب قسم فيصله اداري رعا مرد افراد 5 كمسون مستقل حقوق بشر افغانستان نظر خ و صدا خ بلند رد ه يك جريان كامل عدالتي در ان مورد باد ياده شو یکسره مردم از های سیاسی و اداری افراد نباید که کرد و هر کس از اموال خود باید پاسخگو باشه بالاخره در قبال مردم جنایت صورت گرفته حد اقل حقوق اللهش اگر میبخشی حقوق الیبادش خود مردم ها کشته دیگه اون نبخشین و فعلا زمان که راجی به صلح پروریم گفتم میشن ما شرایط دو شرط عمده داریم دستاوردهای 14 سال نظام که دستاوردهای حقوق بشری و حقوق زنان من جمله هستند باید که از اودولی صورت بگیرد و زیر پا شود و این نظام سیاسی دستاوردهای داره در مجموع و دومی که هر سال در افغانستان شامل تمام کسایی باید باشه که ضرر اصلی را دیدن خانم کوفی راجب به زنان گفتن ضرر اصلی را دیدن قربانیان جنگ هستند از اون پرسان شو که شما چی میخواین در ارتباط سلپروری در افغانستان سلکیرن و واقعا نمیشه که از یک طرف ما صلح میکنیم از طرف جنگ به شدت ادامه پیدا بکنن حداقل ما در قدم اول بیاین فیصله بکنیم که مکتب حریق نمیکنیم کلینیک حریق نمیکنیم معلم و معارف اجازه میتیم واکسین اجازه میتیم و برخی از تاسات ملکی را که خدمات ارزه میکنه به ملکیان ایرا و در نهایتش ما ملکیان هم بعد هدف قرار نمیدیم و هدفی که برشان مشروع هستن بگذار پشت زمانی که در شار مچندین متر نظاما ذ خارج داخل در رت باش طبق نونسونها جنوا ه س حق ندارن را ه دورو پیش افراد ملك هست الات مون جا بابان ب ا تنها هدف مشروع ست با مفوما ما دیگه تعریف برای که بجز مخالفین ملحس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان چون سیاسی برخورد نمیکنند ما مخالف دولت مخالف مسلح دولت چون که مخالف دولت میشه که افراد غیر مسلم باش از نظر به سیاسی میشن که مخالفت بکنن مخالفین مسلح دولت است که علی نظام میجنن. و در صورتی که افراد ملکی را مدافع قرار می باسم مخالفین مسئله دولت هست؟ در او صورت شدت مسئله را هر مسئله جدا بررسی شود و برخی از مسائل هستن که در زمره جنایت جنگی حساب میشن خب حالا مشخص است دیگه تا به حال جنایت جنگی زیادی صورت گرفته که از او جمله می توانیم همین مسئله دندغوری را به شما بدون شک خب حالا باسم مخالفین مسئله مخالفین دولت است که جنایت مرتکب میشن. سازمان ملل و حقوق بشر چی برخورد میکنه با اینا و اینا را چی می خب راجع به مکانیزم گفتیم که اگر نظام دولت ما به اصطلاح من حیث حکومت دولت ملی مسئولیت اساسی داره که هم زندگی زوار رو تامین بکنه مسئولیت زوار رو تامین بکنه اگه کسایی که مرتکب میشن با پاسخگویی با اصطلاح اوار رو دعوت بکنن که پاسخ بگن از مال خود اگر نمیتونن میکانیزم های المللی را رو با دعوت بکنن سپاس اون دولت گذارم. گذارم. بون کوفی واقعا حکومت افغانستان طور آقای بیدار هم با اشاره داشتن از مخالفین مسئله خود دعوت کرده با سال و آشتی اما هیچ چراغ سبزی از طرف مشخص نیست باز هم از سوی دیگر جهان از سال آینده بسیار نگران است در مورد افغانستان پس از این واقعا از دید شما به عنوان نماینده مردم افغانستان وضعیت را چگونه می بینید و آیا تلفاتو افراد ملکی کمتر خواهد شد و یا افزایش پیدا خواهد کردتح درسته است تلین ارزیابی نه دقیق است کی په واقعیت کی کار نتوانځ دولتي او حکومت افغانستان وکنه اما اومدم ساری سوال اصلي شما کی حکومت افغانستان زمونه کی دوت شته بلای قران شریف مون و گوفت کی از تمام ارزښای مردمی افغانستان میراثات و ایفاځت میکنم کی تمام امونارا ندی دا گفت وخت کی ما قسم میخریم وخت کی قسم میخریم به او هم بکلام الهی باید ارزش از او ر و همو د عمل خودما پیاده کنیم همو چیزهای که هستن که مطابق قانون اساسی افغانستان که بدبختانه اونها هم برشان احترام نشد اگر قرار باشه که ما در سال د0زار6 و حکومت افغانستان به همی رقم بیپروایی که فعلا داره امار تلفات غیرنظامی ما میگویم که ده چند مشه تیارای بسرنشینه که میان در سایر نقاط افغانستان بمبارد میکنن آیا اینا کدام روز اینا آمار مثلا آمارشان به دولت افغانستان و حقوق بشر آمده نامده نامده من میگم که نامده برای که راپور به اینا میه راپور اینا به ما ميه. ما میگیم که نامده زمانی که شب امی قوای خاصی یا طالبان یا از حکومت میرن یک منطقه را ماسیره میکنن و دو دا خانه داخل میشون این فکر میکنه که دولت جای به جای است و او فکر میکنه که من طالبا جای به جای هستند دو که راکت میزنن بم میزنن کی از جه بین میره دو خانه تیفل از بین میره مادر از بین میره خواهر از بین میره مردی و خانه از بین میره و بالاخره که امو کسای از بین میرن که اونا غیر نظامی هستند حکومت تانز اې جواب د برابر پاسخ همي پيشتر گفتن کینه اعلانې چې پخشدنه نه داشتهست مخصوص دولتي دا افوامسان وینې مو تا انز وزارت دفاع ریاست عمومی امنیت ملی بل اخرک وزارت داخله نشو هم کېال د صددي ازي هستند کې یو وزير تازه را معرفي وکنن به بسرپ... سر اصلا سر پرسي دره ميشوان زمونه کې مو د حکومت مو وزير دفاع نه داشته باشيم کې و وزير جنگ افغانستان است او جنگ رابري میکنه او به همو راهی که از نمایندهای مردم که ما که راهی مردمه داریم راهی تیید برش نداده باشن و او توسط سرپرست اداره شوه یک عایدیا مشخص در قبال مردم نداشته باشه یک اندیشه قوی نداشته باشن هر سه ارگانهای محترمی که فعلا د افغانستان فعالیت نظامی دارن نداشته باشن ما توقع از یره نداریم که به سوال شما پاسخ بگوم بа خоطиر چی بа خоطиر азی ки دӯстاврدи حкومати аفغانستоن شуما аز مо кадه بهتар مеداнه شما رасоنаها سт аз مо кадه بҳتар мیداнه و تаمоمи قаذایا рӯزانه مثли آفтоب боر پеш شуما رو روشن هست к ироدهи وоقеعи وجود нор давлат афغонسтон б воқ родه вجуد надорه ки نا пешрвӣ кнн к منطқа р اз مшкلاتе ки ълا бه جнг ا бه عвомلе и пешрوи омадه нا бигирн нест وаت и حкуمат اфغонسтон ба ки и к انه پروتوکول یو چراغ سبز ما فعلا اپوزيسيوني ما یا دښمني ما مشخصه ست چې پاکستان است واختي چې چراغ سبز نشون مته او مېه سر میز مذاکره مېشنه چرانس پر سر انټیوري روان میکنه دا سره چې ميدان یوایي چقدر نفر ماشیچد چقدر نفرو ديگه امره دا سرکی شورا از بین وړد سی سی و چند نفر ماشایی چه چند چل, 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 چل چند نفر ما زخمی شد حالا زمان که میاد امیز مذاکره میشن باید صادقانه بشینه حکومت افغانستان خدا در تاریخ خام بسته نکنه واقعا 14 اونو... سال میگذره از این سیاست که حالا مخالفین دولت و یا برادران نارضی غیر موارد که حالا همه مردم افغانستان در موردش میفهمن و هر روز این داره قربانی میگیره از مردم افغانستان فکر نمیکنین که پس از این باید حکومت یا غروش مشخص و یک دید متفاوته نسبت به دا گذشته داشته باشه 14 باشد. سال ما یک استاد اسن اردو استادا کې ما یک غروش مشخص ازي حکومت ندیديم یک ايديوي مستقیم ندیديم یک یک هر زوش به مردم افغانستان قاهل نه بودان به خاطر چی؟ که گاهي اپوزيشن خواندان در حالي که دشمن ماستان دشمنی مردم افغانستان هستند گاهی برادرای ناراضی خواندند گاهی یک چیز دیگه خطابشان کردن و گاهی رفتن از سر تزرع و عذر پیش رفتن که آنها بالاخره که چندین نفر ما را به می بهانه جانای شیرین عزیز گفتن که از جمله استاد ربانی شهید ببینه زمانی که ما یک اراده قوی در سطح رهبری نداشته باشیم مردم افغانستان امیدوار نباشند که ما در تمام نقاط افغانستان جنگ میشه و یک چند نفر میره عمل میکنه و بالاخره که منطقه گل گلزار میشه هیچ گل وجود نداره امی فعلا ده قندز خون میباره امی فعلا ده هشت دولس ولی ولایت بدخشان وضعیت به طور خراب است که هم راه ما م... 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 ت... م... چ... بند است که نمیتونن که یک پا برنج چای به انتقال بتن و هم مخالفین سیاسی آقای اشرف غنی و دکتر سیب عبدالله و آقای کرزی سر راهشان گرفتن و اونا را سر میزنن شما ببینید ولایت بدخشان که امنترین ولایت به افغانستان چقدر نه رو به افزایش است چقدر ناامنی و مردم ما را هر روز اوجا خانی ما رو اوجا تیر باران کردن شما شاهد بودید که خانی ما رو در وردوش تیر باران کردن و وضعیت در افغانستان بسیار خراب است ما این رقم مثلا چی که دادن گزارش که دادن ما بیشتر از این توقع داریم که در دا سال 2016 ما حداقل خود ما را پیدا نمیتونیم بکنیم چی مانده که مردم ملکیره ب ҳالا ضف در کجا ضف حкومаت است حкومаتи وهدаتи мلӣ به ҳدи ضعифو ناکاрا اсت <متن> کи مردمи افغانستоن دа هیچ توقعی نداрд миثال واضح برқ اст ببینید یک پایتخته که برق نداشته باشه امروز و یک یک حکومتی که میلیون ها دلار میلیارد دلار سرش سرمایه گذاری شده و به او را به بسیار گپ ناچز از بین میبره و دارایی بیت المال افغانستان نادیده میگیره و بچهای مردم افغانستان به خاطر یک پایه برق پروتکلی کازی بهش گرفت دادن شابدین پول چی کارت با طالبا به 100 نفر فعلا بدون چیزی ملکی ما تلفات داشتیم و بدبختانه هیچ توجه توجهی مردم افغانستان ندارن بخصوص مردم صفات شمال داد تندوری سرخه که برش جهنم است فعلا سوخته و حکومت افغانستان سلبین است حالا واقعا چه رای حل وجود داره چگونه میشک ما رای حل دیگه ای نداره من فکر میکنم که مردم افغانستان و به خصوص ما به خطاب نمیکنیم به مردم صفات شمال چون که فعلا چی جریان داره و همین های صفات شمال هستن که فعلا در روزی روز به ده ها نفر ما شاهد هستم که در شفاخانه سردار محمد داوود خان میارنش و اصلا به انتقالی از, از او حکومت نه تا که به جنازه از ایره به فامیلش انتقال بدن ما توقعی هیچ از دولت افغانستان نداریم به خاطر از این نداریم که یک اراده قوی سیاسی ندارد در مردم افغانستان و به مردم هم ارزش قائل نیست یادتان باشه که زمانی که یک حاکم شهر یا یک فرمانبردای این منطقه ناروا بود و مردم از پیش فاصله گرفته باشند شما از اون دیگه توقع دیگه نداشته باشه, باشه که کدام نواوری دیگه به شما میکنه چون که ما و شما یک کشتی سیم روان هستیم خداوند عاقبت مردم افغانستان به خیر بکنم من فکر نمیکنم که ما نجات بیافیم از حالتی که فعلا داریم سپاسگزارم جناب روش حالا با توجه به

تکه دارن پیش دیگران که نمیخواه نور روی آب بیارن <applause> ببینید در سخترین جنگ های بین ملی در جنگ جهانی تا رای متارکه رای سال رای مزارکه با باز می باشه این ای اتا بگیم دوارف جنگ است شاید هم دروازی مذاکره را ما اگر در یک جنگ ببندیم تا آخر جنگ کنیم باید تا قاف قیامت باید بجنگیم نه باب مذاکره باز می باشه ولی همزمان تدابیر فعال تامین امنیت مردم با مو حکومتی که مسئولیت داره با حکومت برمیگرده درست چرا به خاطر که حکومت دارای سه ارگان اساسی امنیتی است امکانات دولتی فراوان داره امکانات دولتی داره فراوان تا که داره بنان توقع مردم تمنای مردم از دولت است پس شما برای یک لحظه فکر کنین اگر امی مردم از دولت برای تامین امنیت توقع نکنه از کی بکنه بر کی بگه خو بسیار طبیعی و ساده است که باید مردم مردم بیشترین انتقاد سر دولت است و بیشترین مراجعهش بر دولت است طرف مخالف خو گپش نمیشنه طرف مخالف خو طرفش نیست طرف مخالف خو دعوای زیر نداره که ما حاکم یا یا تامین کننده عدالت یا تامین کننده امنیت یا تامین کننده حقوق مدنی و شهروندی هستم او داره نداره او یک دای دیگه داره که ما اسلام تطبیق میکنیم ولی ما از مدرسه و بیس یک مسلمان به الحمدلله که مسلمان هستیم برشان میگیم که برادر دمی این اسلام هم میرقم ده هیچ جای اسلام هم رقم نخوانیم که شده مردم به دفاع و ملکی را زده باش و بگو که ما از اسلام دفاع میکنیم کجا از اسلام است نقص جنگ در افغانستان نیست جناب بیدار سبخو به پیشینی جنگ اشاره کردن ولی مجرمی که در جنگ های گذشته مجرمی که در جنگ های گذشته مجرمین جنایت جنگی که در جنگ های گذشته سزا ندیدن دیگران فکر کرد که تداوم یی که ما هر عملی کنیم او را جزا داد که ما باز را بده او دزده کی مجازات کرد که ما دزده مجازات کنم این ای سلسله جنایت جنگی این سلسله قتل مردم بی‌دفاع و بی‌گناه و ملکی در افغانستان به اونجا برمیگرده به اون نقطه برمیگرده مثلا در دا زمان دکتر نجیب مثلا در زمان جنگای داخلی در دا افغانستان دا داخل کابل مثلا در 14 سال اخیر هیچ مجرم بنا جرم مشخصی که انجام داد قتل را که انجام داد در ملای عام یا در, در یک محکمه علنی محکمه نشد حالا واقعا چون چرا چون محکمه نشد من فکر کردم شما هم فکر کردین که برادر یک شاری به است در روزهای اول حکومت وحدت ملی ما دو سه حرکتی که در زمینی کابل بانگ، در زمینه مثلا کمیسیون تدارکات، تیل وزارت دفاع اقداماتی که صورت گرفت ما گفتم حالا بالاخره در این سرزمین بازخواست آمد و مردم میگو بازخواست میگو یک روزی بازخواست میگو یک روزی با سوال میکنه مردم ما می فکر میکردیم که این سوال آمد ولی این سوال اگر در زمینای اقتصادی آمده در این ای زمین های جرمی جرم مشهود جرم به حساب قتل و جهر و اذیت و آزار مردم دینی زمینه مشهود نیست اصلا وجود نداره بنابران وضعیت به این شکل ادامه یافته و ما هم هر روز چشم و امید ازیر داریم آه ای طور ایرام نگویم برای زیگه بسیار بین اگر بگوییم که هیچ جای دفاع نمیشه اگر بگوییم هیچ جای دفاع نمیشه خب پس باید روز, روز شنبه اگر لوگه رو بگیرن میدان رو بگیرن روز یک شنبه چاره یا سیرایی ارغنده رو بگیرن دیگر روز کابل رو بگیرن دیگر روز مثلا اینجا خط به خط دفاع میشه در غزنی دفاع میشه در وردک دفاع میشه در زابل در ننگرهار در ج... شما ببینید وضعیتی که در ننگرهار است ما صرف شمال هم نمیگیم ما میگیم وضعیتی که در ننگرهار است عملیاتی که در چین شروع شده اگر یه عملیات اردوی ملی تا اون سرحد خط سفری که ادقل خط است خط فرضی دیورند که است تا اون موجه اگر ای خ... این عملیات ادامه پیدا کنه مما میګم چې دغه د استخبارات نیسه، راډي قوي دولته، راډي قوي قومي مثلث، قومي مسلمانو اراده کړې چې دې منځکره ته تسفه کړه. هغه چې تسفه کړه، غوشته مناتقې سردي، خدماتوي دبالا شنوور، مناتقې لندیکوتا نږدې بلندیکوتا لګوړه، ټول ځای چې مربوط په فخت فرضي یورنند. این جا که عملیات کنه ما میگیم بله حداقل یک پایگاه اساسی که امروز به نام داعش در اوج فعالیت میشه و طالب به محور ازو میچرخه این پایگاه تصفیه شد درست بعد میریم به جنگای صاحبی به شمال به هلمان به اینجا در همه اینجا ها عملیات گستر عملیات تو اجای ادامه پیدا میکنه من من نمیفهمم در کدام دستور عمل نظامی است که شما مقطعی عملیات کنید در کدام دستور العمل نظامی است که شما برای یک سه روز عملیات کنین باز برای دو هفته تفریق حالا با است که افراد ملکی اونجا تلف میشه ببین ببینین افراد ایخ بریزی تدابیر کار است حالا ما شما خداوند مردم اگه نایدیم به دلیل اقل نه؟ حالا جنگ اگه نایدیم میفهمیم که بریزی یک تدابیر فعال اپراتیفی نظامی استخباراتی لازم است جای به قدم جای به قلم جای به درم خریده میشه. جایم جنگ میشه. پس چرا صورت نمیگیره عملیات تاخیر شما عین بحث ما می کنید ما میگیم اینی که به خاطر صورت نمیگیره که یک یک دست نامرئی در قضیه فکر میشه که وجود داره یعنی ما کدوم سرعت ندارم ولی ما فکر می که خب حالا برای اینکه 15 روز شما روز یک متر که پیش برین 15 متر میشه روزی پس متر <تصفح> پیش بریم پانزه متر میشه 15 متر کیلومتر میشه سعیز که من اطلاع دارم تا جایی که دوستو از بغلان آمدن گفتن به طرف کوکچنار به طرف منطقه سمنت نایه هشت منطقه دند غوری دند شابودی اینجا زدن صوف های بسیار همونطور عمیق کندن به اصلاح اسکری بلنده کردن نیروهای مخالف در برابر دولت موازی بسیار مستحکم دارن. دیگه اون چک نیست. ما این گزاری کردن اطراف مثلا تحسیصات من گذاری کردند، ادراف پلها را گذاری کرده، در اندک عرکت انفجارش میتن. این کارها شده. ولی خب، ما نمیگم که این ای جنگ ای یک جنگ ساده است. ما نمیگم که این جنگ مثل از اینکه پراوا بر آدم در جاده میوان، امیر این یا یک سرک قیر است، در اوی اسکر پراوا میره. نه، وجه جبهه جنگ جنگه سوجا واقعا جنگی رویا است سوجا واقعا تسلیحات طرف مقابل قوی است مشکلات معین وجود دارد اما به این ای مفهوم نیست که دولت یک قرار یا یک استراتژی لویدرستیز یا... افغانستان و ونستون ده تلویزیون گپ میزد باید قرار وقتی گپ میزنه باید قرار آخره بگه. هیچ دیگه ضرور نیست که بگه ما 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 مز ما در مذاکره و مصالحه و صلح ها سیاست و سیاست مداری گپ میزنیم نظامی ها ما سیاست مداری گپ میزنن او برادر امی کار خودت هیچ سیاست مدار بودن نیست برای یک لحظه فراموش کن که خودت یک آدم ملکی ملکی یا یک آدم سیاسی یا یک آدمی که تحلیل کنی وضعیت از نظر سیاسی درست از ما نظامی های سیاسی داریم این حقشان است اما وقتی که فرد مسئول گپ میزنه باید بگه که ما این جنگ دتای یک هفته در روز خاتمه میتیم مردم کابل مردم افغانستان برق ببینیم وقتی که ما این برق میگیم برق کابل میگیم به این برق نگرهار بسته است به این برق لغمان بسته است به این برق پروان بسته است به این برق خود شهر بغلان بسته است مسیر رای خنجان دوشی اینجا کلش به این برق بسته است کل نمی جه تورته از تاریکی ظلمت است حالا اگر واقعا چرا ما این, این, این مسیر اثر تا آخر همه قدر در به بی تفاوت هستیم که ما ماها... ها بگذره هفته بگذره حالا واقعا اگر برگردیم به صحبت های جهان رئیس ای آقای جان کمپل وزارت دفاع امریکا که وضعیت وخیمتر خواهد شد و ضعف اصلی هم گفتن که در رهبری است حالا به توجه به صحبت خانم کوفی که خود حکومت افغانستان واقعا توجهی نمی به خواست ملت افغانستان آینده چگونه خواهد شد؟ اجازه بتیم که یک مدار زیادتر این مورد بگیم اول خوب باز خدمتتون بگیم که اینی می بیانات که آغاز افغانستان امی غریق که غرق شدی او که اثر پرید چی اگه نیزد ما را جنگ از جنگ میترسانین چی مونده یک سرزمین در بس ایران شده یک شهر است میام در ظلمت به سر میبره دیگه چی چی از چی میترسین ما خو جان از یک نفس از زمین بگیرین دیگه برادر جنگ در افغانستان این است که امور خم که آقای کمبل میگه او طرف رئیس استخبارات امریکا میگه میگه که افغانستان سال آینده بسیار وضعیتش خراب میشه سقوط میکنه درست از اون طرف میگه که ما چند تانگ میتیم افتاد فروان تیاره میتیم چهارنیم میلیارد از یک میلیارد دلار میتون بر تقوی اردوی اوردی میلیا افغانستان درست و اوردی میلیام هم تقوی همی باشه این سیاست متناقض تناقض گونه گویی از ماهیت نظام سرمایه داری شکل میگیره از این مایت نظام برمیخیزه او طرف تولید اسلحه میکنه او طرف سازمان ها و نهادهای حقوق بشری و هیمونیزم و نهادهای مدنی داره دوازده ست نهاد مدنی در آمریکا به خاطر تامین حقوق، عدالت، دموکراسی، پیشرفت و ترقی و غیره و غیره کار میکنه درست؟ دوازده ست نهاد ولی یک نهاد بزرگ دیگه که ماشین جنگی ایالات متحده است که تولید اسلحه میکنه او هم فعالیت داره و او در سر فعالیت خود او نمیتونه که این سلاح به وجود آمدن یا سلاح تولید شده را خیلی نگاه کنه خیلی سپاس سوالتون چون عمیق است و شما به یک بخشی آمدین که او را ناگذیر استیم از جهات مختلف تجزیه کنیم و مردم بدانن که واقعا این رقم یک یک تراجیدی در افغانستان در خبال می سال که پیشوری داریم و در آینده نزدیکی تو یک تراجیدی متصور نیست سپاس گذارم شهرها سقوط نمیکنه اولی ملی افغانستان دفاع میکنه شما شاهد خود بودین که آه یک مسئله است که استخبارات کارهایی را که انجام میده به خاطر امتیازگیری در میز مذاکره است اینجا جنگ میکنه که وجود در میز صلح امتیاز بگیره اینجا صلح میکنه که وجود در میز جنگ در میدان جنگ پیشرفت های خود داشته بسیار زیاد تشکر از حضور شما مهمان عزیز در بس و از سپاس از شما بیننده های محترم که بحث رو تا این دم دنبال کردید وقت بر شما خوش خدا نگهتار.